به نام خداوند مهربان و با عرض سلام و وقت بخیر به شما بیننده های تلویزیون هلال. تاریخ فعالیت ائتلاف ها و انسجام های سیاسی در افغانستان بیانگر این است که اغلبا این ائتلاف ها و انسجام ها در دوره های حساس و خاص تاریخی کشور و یک ادعای ویژه در گذشته شکل گرفتند. در این اواخر هم در جریان داغ شدن بحث گفتگوهای صلح در افغانستان ما شاهد تأسیس و ایجاد حرکت نجات افغانستان بودیم. بناهن ما در این برنامه گفتگوی ویژه خواستیم گفتگوی داشته باشیم با آقای محمد عمر زاخلوال، وزیر پیشین مالیه کشور و رئیس حرکت نجات افغانستان. زاخلوال صاحب، بسیار زیاد تشکر میکنیم از اینکه فرصت گفتگو را به ما دادین. خوش باشین، تشکر. سلامت باشین. ابتدا میخوایم این را بپرسیم که شما به این فعالیت جمعی سیاسیتان چطور از میان نامهای مختلف، مثلا ائتلاف سیاسی یا حزب سیاسی، آمدین حرکت نجات افغانستان یا اسم حرکت را انتخاب کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه تشکر از دعوت شما. سلامت باشید. تصمیم جمعی مؤسسین و اعضای شورای مرکزی حرکت بود که نام نجات را اینا برگزیدن بالای نامهای دیگه. و اهداف چی داشت؟ دلیل داشت. نجات یک کلمه، حرکت نجات، البته حرکت، البته حرکتش جدا تشریح میکنیم و لفظ نجاتش جدا. نجات اول یک لفظی هست که عام الفهم و عام الاستعمال است در همه لسانهای کشور ما. از همین است که در پشتو ما از لفظ نجات استفاده میکنیم، از در ازبکی هم از لفظ نجات را استفاده میکنیم و در دری هم همچنان. نجات از وضعیت کنونی ناگوار، نجات به معنای از ذهنی که متکی به بیرون باشه، نجات از سیاست های کوچک محور و فرد محور و به این همی معنا حرکت را انتخاب کردیم که ما در قدم اول نمیخواستیم که یک حزب باشیم، چون احزاب در افغانستان بی حد زیاد شده، کمی هم بی اعتبار شده. هدف ما این است که یک چتر را ساخته باتنیم که در اون احزاب متعدد کوچک هم آمده بتانه، نهاد هم آمده بتانه، شخصیت هم آمده بتانه. یعنی از شما یک چیزی به نحو یک ائتلاف است متشکل از احزاب؟ نه، ائتلاف چیزی جداگانه می باشه. ائتلاف عادتا از احزاب و از گروه ها می باشن. در اینجا ما تعداد زیاد، ما هم نهادها و احزاب هم داریم و همچنان شخصیت های مستقل مطرح کشور هم همچنان داریم که در اینجا هست. و ائتلاف عادتا دارای اساسنامه و یک دیدگاه واحدی برای خود حرکت نمی باشه، بلکه سر بعضی اهداف اینا توافق میکنن. این ما دارای اساسنامه هم هستیم و دارای یک دیدگاه واحد و اهداف مشترک هم در حرکت هستیم. تشکر جناب زاخلوال صاحب. در چنین یک وضعیتی که کشور قرار داره از لحاظ امنیتی و سیاسی که شما بهتر در جریان هستین، هدف و انگیزه ایجاد این حرکت شما چیست و میخواین که شما در چنین وضعیت چه کارهایی بکنید؟ خب، یکی که کشور ما 40 سال است که در بحران است، در حلقه های بحران است. از یک حلقه بحران بیرون و به حلقه دیگی بحران داخل میشه. وقتی که ما بحث حرکت را شروع کردیم یک سال قبل، ما پیشبین بودیم که ما به یک حلقه دیگی بحران داخل شده میریم که متاسفانه فلحال تقریبا داخل شدیم به یک حلقه دیگی بحران. و این بحثی که در کشورهایی که عمیق در بحران بودن و موفقانه برآمدن، تنها یک فاکتور ملیشان، یک صف ملی فکریشان با یک دیدگاه وطنی آمدن، باور در وجود داشتن، در عقبش استاد شدن و و و اینا یک فاکتور نجات از وضعیت ناگوار و یا از وضعیت بحرانی کشور شدن. نه تنها او، بلکه یک فاکتور ثبات در کشور شدن. اینمی بحثی که آیا نمیتونیم که یک چنین صفی در افغانستان از هم از نگاه فکری و هم از نگاه گام های عملی
ما او را اساس گذاشته بتانیم. همچنان کشورهایی که ثبات دارد، تعداد زیاد است در اینا، یک دو نهایت شمسی جریان فراگیر سیاسی ملی داره، صد جریان سیاسی نیست. افغانستان هم اگر می خواهیم ولو که در اینجا صلح هم بیای و باشم، بازم فقط ثباتش ایجاب میکنن که یکی از فاکتورهایی که او باید حتمی باشه، اگر ما اساس گذاشته باشیم به یک جریان بزرگتری سیاسی و بالاخره کسی دیگه بیاین اساس بگذاره به یک جریان بزرگتری سیاسی ملی دیگه، و در این کشور اگر ما نهایتاً دو سه جریان بزرگ سیاسی داشته باشیم، یک فاکتور خیلی مهم ثبات را در کشور ایجاد کردیم. هدف ما اینمی است که تنها صرف نظر از بحران و از وضعیت کنونی باز هم کشور ما ایجاب میکنن که یک چتر فراگیری و یک انسجام فراگیری سیاسی در این کشور اساس گذاشته شده باشه، تا بتانن که یک فاکتوری در ثبات کشور باشه. تو هنوز شما این خلا را احساس میکردین؟ هنوز هم احساس میکنیم، چون هنوز ما در میخواییم پر کنین این خلا را. کوشش ما هست که اگه اساسی را گذاشته باشیم و بریم به اون طرف. هنوز ما در قدم های اول هستیم، ولی که ما دعوا کردیم که چون فاکتور شدیم ختم نشدیم. خیلی کار به کار است که به اوج ما خود برسانیم. تشکر جناب زاخل ولس. شما بهتر میدونید که در گذشته ها هم مردم افغانستان حداقل شاهد حرکت نی، اما حرکت نجات افغانستان شما بودن. بله، جریان های سیاسی بود، ائتلاف ها بودن، اما این ائتلاف ها همزمان بود با یک رخداد کلان سیاسی در افغانستان. مثلا بله. معمولا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ائتلاف های به وجود می آمد، یک مجموعه از احزاب با هم روی بعضی موارد توافق میکردند تا اینکه بروند به کار و پیکار و مبارزات سیاسی. اما دیده شده که بعضا این ائتلاف ها یا در همان ابتدای شکل گیری پیش از اینکه به اهداف خود برسند از بین رفتن، و بعضی ها هم پس از یک مدت از هم پاشیدن. دقیق است. چی ضمانت وجود داره که حرکت شما هم یک حرکت مقطعی، چون حالا مردم میفهمن که گفتگوهای صلح است و شما هم یک از شخصیت های مطرح در قضایای صلح و جنگ افغانستان هستین و روی صحنه سیاست افغانستان هستین، شاید مردم باور کنن که آقای زاخلوال هم با استفاده از راه اندازی چون این حرکت هایی میخوان که به نحوی امتیازگیری بکنن. آیا چنین هست و یا نه؟ خیر، شما قسمی که در بعضی رسانه های دیگه گفتین حرکت شما یک حرکت فکری و استراتژیک هست. ببینن، شما دقیقا اشاره کردین، ائتلاف هایی که موسمی بوده، مقطعی بوده، به کارزارهای انتخاباتی بودن، فقط اونمو وقت انتخاب برسه، بعدش بس خلاص همو هدف خود از دست میتن، اونموست که باقی نماندن. عکس العملی بوده دقیق چنین است. فلحال ما نه انتخابات نزدیک است و نه هم شاید توقعش زیاد داشته باشیم در وضعیت کنونی، ولی ها در کدام چیزی موسمی و مقطعی میاییم. ما یک سال از که این بحث ها رو شروع کردیم. بحث های صلح قبل از او شروع شده بود. ما که اگر داریم شکی نیست که میخواییم که تاثیرگذار باشیم، ولی اگر ما خیلی به عجله خود و تنها هدف این میبود که در صلح مطرح باشیم، ما دو نیم ماه قبل نه، ما باید 10 ماه قبل اعلان موجودیت میکردیم، ما باید 8 ماه قبل ما اعلان موجودیت میکردیم، ولی نکردیم. به خاطر که برای هدف تنها یک مقطعی نی، ما اول کوشش کردیم که در اساس خود پخته بسازیم، باز بیرون بیاییم. از اونمو است که ما خیلی عجله نکردیم. پیش از این شما در گفتگوهای صلح داخل نبودین؟ به گونه بودیم، به شکل مستقل بودم، به شکل از یک ادرسی نبودیم، به شکل مستقل مطلق داخل. اما همزمان کوشش ها جریان داشت. ولی ما اگر این عجله ای که خود را این حرکت را مطرح بسازیم که یک جایگاهی را در صلح بگیریم، اونم باید خیلی وقت‌تر ما آمادگی داشتیم، ولی آمادگی پختگی نداشتیم. آمادگی داشتیم، پختگی نداشتیم. از این خاطر است که ما وقت سر پختگی تیر کردیم، نه سر عجله به اون موضوعی که ما بیرون بیایم. دوم ای که چون هدفی ما، اگر ببینین اهداف ما، صلح امو چیزی آنی است، ولی ما اهداف دراز مدت که او فاکتورهای ثبات داری کشور است،
او چیزهایی دراز مدت است، او چیزهایی است که ما 5 سال بعدم نیاز داریم، 10 سال بعدم نیاز داریم، 20 سال بعدم نیاز مثلا داریم. مثلا چند هدفی که شما در این حرکت تعیین کردین؟ ما خلاص کنم میگه به خود درونمو ان شاء الله که ارائه میشن. اونو اهداف دراز مدتی که ما دراز ببینن ثباتی کشور نیاز به چی داره، به یک انسجام بزرگ یک انسجام بزرگ سیاسی و ملی که به اساس فکر وطنی ما باشه نیاز هست، یک کوشش در تحکیم وحدت ملی که از همه افغانستان در یک چتر سیاسی نخبه های همه اقوام ولایات ها سمت ها را بیاریم نزدیک زیر یک چتر. ما در 40 سال شخصیت هایی داریم از فکرای متفاوت، هم از طرف چپ و هم از طرف راست و هم عالم دین و هم عالم دنیا و هم لیبرال و هم دیدگاه های متفاوت دارن، ولی یک زمینی ساختن که شخصیت های دارای دیدگاه های مختلف را با وجود تفاوت دیدگاه هایشان در مسائل عمده سیاسی در یک فضای احترام متقابل ما زیر یک چتر بیاریم و سر دو سه هدف اینا را ایچی بسازیم، عمده اینا را هم نظر بسازیم و هم صف بسازیم که الحمدلله تانستیم چون این چیزی را. دوم مسئله که هست که یک حرکت را کوشش شیش باییش باشه که پایدار باشه، از امی رهبر و رهبر بازی و از این امی فرد و فرد محوری باید که بیرون تر باشه، یک چیز سیستم محور داشته، یک چیز سیستم محور باشه. ما در امی 20-40 ساله تجارب متعدد ناکام اساسگذاری یا نهادی نشدن سیاستی بزرگتری ملی را داریم، یا بخشش بودیم یا شاهدش بودیم که به قدر کافی از اون آموخته میتونیم که اونمو اشتباهات تکرار نشه، ولی بازم این 100% نیست که مطلق ما مطمئن باشیم که آله به چونین فکر و به چونین مدیریتی را آغاز کردیم، اطمینان ندارم. نگرانی گپی باید باشیم، همه کوشش ما در اینمی که اینمی حرکت نه تنها به اهداف خود وفادار بانه، بلی اونمو مدیریتی که به اون اهداف رسانده میتونه، به شکل پایدار رسانده میتونه، اونمو مدیریت ما نگاه کرده بتانیم، اشتباهاتی در مدیریت باشه، کمی و کاستیایی در مدیریت باشه، این انعطافی داشته باشیم که او را اصلاح بکنیم. از این خاطر امیدوار میسازه، ولی مطمئن نمیسازه. مطمئن نمیسازه، امیدواری داشته باشیم، ولی نامطمئن بودن ما، چون که میخوایم یک حرکت پایدار باشیم، اون نامطمئن بودن ما اینمی که همیشه در کوششی می باشیم که انشالله تعالی روز به روز حرکت ما قوی تر شده برنی. از این خاطر است که پشت کارهای پاپولیستی هم خیلی نیستیم. ما خیلی مجالس ما در مطبوعات نیست، خیلی مجالس ما فکری است، خیلی مجالس پشت مجالس فکری. یعنی چی منظورتون چی است؟ یعنی که فکری به معنای ای که تبادل نظر دو صورت بگیره، توافق نظر دو صورت بگیرن، ببینید با عمق مسائل بپردازیم، بحث کنیم سر مسائل. ما سیاستی که تنها انتقادی باشه، انتقاد خیلی آسان است، اینم اینجا ما میبینیم 100 نقصه در هر چیز پیدا کرده میتونیم، گفته میتونیم، ولی او آسان است. رای حل جستجو کردن، او را پیشنهاد کردن، این دشوار است، ولی رای حل عملی را که در این کشور نه تنها که پیشنهادش بکنیم، چی ما کرده میتونیم که به یک جای او را رسانده بتانیم. یعنی بحثایی را ما داریم، این امیره بحثای شعوری و فکری میگیم. تشکر. حتما در قسمت این که حرکت شما چی برنامه های در قسمت حکومت داری خوب داره، در پهلوی که گفتین که احزاب و نهادها ممکن نقد هایی داشته باشن اما بدیل داشته باشن، شما باور به بدیل هستین. من در رابطه با این که فعلا وضعیت فعلی کشور که جنگ روان هست و بحران جاری است در کشور و نام حرکت شما یک نام بسیار مقبول هست از لحاظ سیاسی، حرکت نجات افغانستان، شاید یک بخش کلان مردم افغانستان حالا چشم دوخته باشن به شما و نخبگانی که بر محور شما یا در این حرکت شما هستن که شما به خاطر نجات کشور از چنین وضعیت چی برنامه دارید. میخوام این رو بپرسم که نگاه و تحلیل حرکت شما از وضعیت فعلی کشور در ابعاد سیاسی و امنیتی یا قضیه صلح و جنگ چی هست؟ متاسفانه ما توقع داشتیم
هرچند که یک توقع ناخوشایند بود یا پیش بینی داشتیم بگویم که این وضعیت و مشکلی که کشور مدیریت میشه، به شکلی که فرصت‌های صلح مدیریت میشد و مشکلی که مردم مدیریت میشد، یک فاصله ما میدیدیم که روز به روز بین حکومت بین مردم فاصله در داخل حکومت بین زعما و بین متباقی حکومت ما دیده میرفتیم و اینمی پیش بینی که ایره ما به یک وضعیت خرابتر میبره. شما این وضعیت در چه وقت میدین؟ در زمانی که سفیر بودین؟ نه در نمی 4-5 سال 6 سال وقتی که ما شخصا از حکومت استعفا کردیم اینمی تفاوت دیدگاه ها داشتیم. در زمانی که شما بودین این تفاوت ها را نمیدیدین؟ این مشکلات ها را دیدم میدیدم. شما اگر شما مراجعه بکنن، اما دو سال چندی تحمل کردیم؟ نه من شما از شروع حکومت آقای دکتر غنی که از مامورین ارشدش بودیم مراجعه بکنین به همه مصاحبه‌های ما، در اون نقد است، نقد از داخل هست، نقد درونی داشتیم، نقدی که با مطبوعات میبره شما تصورش کرده میتونین که چند برابرش در مجالس خورتری با زعما این نقد خود داشتیم که نشیوی مدیریت ما را به طرف بی‌ثباتی میبره که متاسفانه برد. فلاحالا ولی به این سرعتی که فلحال ما میبینیم که وضعیت وخیمتر شده، راستش که اینمی توقع را نداشتیم ولی متاسفانه شده. حرکت نجات افغانستان با خود که اونمو اول باید خود بسازیم تا که ما یک فاکتور حل به دیگر باشیم، در خودسازی بودیم و اونمو زمانی را که به خود گذاشته بودیم کمی طولانی تر بوده، باید چون توقع نداشتیم که یک دفعی در تمام کشور به همچه یک بحران مواجه میشیم. ولی حالا که بگویم که ما یک امادگی داشتیم، نداشتیم، چون تایملاین ما یک تایملاین متفاوت بود. ولی حالا ما به یک بحران خیلی عمیق و شدید مواجه هستیم و این بحثایی که همین فلحال است، اضافه تر از تجمعاتایی که بیرون می کرده میتونیم خود نشان بدیم و چیزی پابله، از او کده مهمتر است که زعامه کشور بحثایی داشته باشیم که چطور میتونیم که این وضعیتی که فلحال هست، تا دیروز بحث صلح در ذهن مردم یک بحث خیلی مهم بود، امروز تهدید به نظام یک بحث مهمتری از او گشته. وقتی که نظام زیر تهدید باشه، گپایی و حرفای صلح معنا نداره. نظام ما باید که اطمینان بدیم که خدا نخواسته به طرف خود نمیره، تا که مطمئن باشیم که یک رول را بازی کرده میتونیم در مذاکرات صلح. ولی حاضر در یک وضعیت خیلی بحرانی هستیم. تشکر وزیر صاحب. حتما در قسمت این که حالا وضعیت قسمی آمده که حفظ نظام اولویت داره، حتما در این مورد سوالات از شما می داشته باشیم. ما پس از یک میان برنامه، دوستان عزیز، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه داریم و پس از میان برنامه در ادامه گفتگو با شما هستیم. به ادامه گفتگوی ویژه از هلال خوش آمدین. خب جناب وزیر صاحب، میم در رابطه به این که حالا شما گفتین که بحث مطرح قضیه گفتگوهای صلح بود، اما حالا بحث حفظ نظام اولویت داره. حرکت شما به خاطر بحث گفتگوهای صلح چی برنامه هایی داشتین، چی راهکارهایی داشتین و حالا هم به خاطر حفظ نظام چی طرح برنامه داره؟ برای صلح مدیریتی که فلحال برای صلح و مذاکرات صلح بود، نیتی که از طرف حکومت و زعامت حکومت در عقب مذاکرات صلح بود، اونموره که ما سال گذشته هم گفتیم که ما را به صلح رسانده نمیتونه تا با وقتی که صلح تنها بگذارین که پیره ختم کنم، تا با وقتی که صلح ابتکار خود افغانان باشه. همین صلح، همین مذاکراتی که از قطعا ابتکار افغانان نیست. ابتکار کیست؟ مطلق ابتکار بیرونی هاست. نقش افغان ها در کجای اصلا هیچ کاره هستن تا به حال در مسائل صلح؟ نه در اجندهش رول داره، نه در انتخاب جایش رول داره، نه در اونمو که مجلس بگیرن نگیرن در اویش رول داره.
در سال یک کسی دیگه باید که انتقال بتن ما را که بیشنیم که مذاکراتی نیم در ساختن این ساختارها رول داشت، هر یکیش تحت فشار بوده. چی شورای عالی مسائل ساختارهای نهادهای سال تمامش تحت فشار بودن، تمامش از بیرون به ابتکار داخلی نبودن. این نهاده که تحت زعامت دکتر عبدالله جور شدن از بیرون بود. این تیم مذاکراتی مذاکرات که بود تحت یک فشار باز یک قدم گذاشتن، باز فشار باز یک قدم گذاشتن، باز که من میشه که سلش آمده نمیدانم. همیال نهادهای شورای علی مصالحه ها کلانترین گپی که در ذهنشان است اونمو بودیجه است و تشکیلات است و امتیازات است و اینه میگپا است. اصلی شما از امی جایی که شروع کردم تا به حال اندکترین دستاوردی که بگوین ندارن ولی بداها میلیون دلار به مصرف رساندن، این مدیریت ناقص است. تا با وقتی که ما یک نهادی برای صلح یا یک تیمی برای صلح که او توانمندی مذاکره را داشته باشه، صلاحیت مذاکره را داشته باشه، استقلالیت مذاکره را داشته باشه، همچی یک چیزی نداشته باشیم، ما نمیتونیم بگوییم که ما به طرف صلح هستیم. یعنی این میتونه یک نظر شما هست یا حرکت یا میتونم به سخن دیگه بگم که طرح حرکت در قسمت صلح چیست؟ اینمی طرح صلح اینمی است که ما مذاکرات باید که تیم مذاکره ما یک بادی مستقلی از زعامایی که در حکومت ششته و تضاد منافع داره با صلح، از او مستقل تر باید باشه. رئیس جمهور ما تضاد منافع با صلح داره. چرا؟ به خاطر که اونا در صلح اولین چیزی که برش مطرح است مهم است به قدر قدرتش است، تضاد منافعش است. اما رئیس جمهور یک بار گفت اگر صلح بیا ما حاضر هستیم که از چوکی خود کنار برویم. نه قطعا در رسانه صحبت کرد. نه قطعا اونا گفتن که تنها به یک رئیس جمهور منتخب ما واگذار میشم، با یک رئیس جمهوری که در نتیجه مذاکرات صلح آمده باشه واگذار نمیشم. من رئیس جمهوری مشروعی کشور هستم، دوام میدم همین 5 ساله. قطعا نگفته که ما واگذار میشم و این یک تضاد منافع بزرگی هست، خصوصا اگر وجود یا حضور رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور یا بقایش مانع بزرگ صلح باشه. خب خلاص دیگه صلح شده نمیدانه، مذاکرات اصلا معنا نداره در صورتی که مذاکرات او کنترل بکنه. کپتر اون موجست اینمی تضاد منافع را ما در وقت حل کرده میتونیم که یک تیم مذاکره که تحت تاثیرش نباشه، یک تیم مذاکره که در کنترلش نباشه، یک تیم مذاکره که مستقل باشه، یک تیم مذاکره که باز در اون صورت اونمو اینا میتونن که برن و به یک نتیجه برسن. اما آخوی زاخلوال نشست بونه حتما بیاد دارین و در اون زمان یک تیمی از طرف حکومت همان زمان به ریاست پروفیسور برهان الدین ربانی در بون اشتراک کرده بودند و صحبت های از تلفنی از استاد ربانی وجود داره که گفته میشه که این تیم از خود صلاحیت ها حدودی داشتن. اما بعد بحث های درس کرد که این تیم فراتر از آن چیزی که از حکومت یا رهبری حکومت گفته میشد عمل کردن و از این عمل کردشان به نحو آقای ربانی راضی نبودن. اما فکر نمیکنید که این نگرانی سبب شده باشه که به نحو مدیریت رئیس جمهور میخواه که در دست داشته باشه؟ ببینن ما سال بالاتر از فرد است، چی رئیس جمهور باشه چی هر کسی دیگه باشه. 20 سال قبل اگر اول خوب از استاد ربانی فقط یکی از جناها اینا بودن، جناهای دیگه مستقلم بودن در اونجا که در اونجا در مذاکره بودن و اونا که فیصله کردن بالاخره که برای ما 20 سالی که داشتیم و داد در حقیقت یک کاری خوب بود برای افغانستان، یک کاری بدی نبود. خوب شد که اونم تیمی که استاد ربانی روان کرده بود که چیزی که استاد میخواست اگر هدفش بقای خودشان در قدرت بود و او جنجال برانگیز می بود، خوب شد که چون این تصمیم می گرفت. ما در اینجا که آقای رئیس جمهور کدام چیزها را دیده و من حیث مثال و او تکرارش نمی بینه و اگر او تکرار حسن باشه ما من حیث یک کشور من حیث یک جهت سیاسی
ما طرفدار صلح باشیم. در چی است که صلح، مذاکرات صلح سرعت پیدا کرده میتونه، جنگ پایان کرده پیدا کرده میتونه. نظام از سقوط ما نگاه میکنیم در نتیجه مذاکرات صلح، و در نتیجه اگر ایجاب بکنن که رئیس جمهور نباشه نباشه. یعنی منظورتون که این هیئت همچه یک صلاحیت داشته باشه؟ نه که نداره، امی هیئت نداره، داشته نمیدانه، اینمی هیئت نداره، داشته. منظور شما که باید داشته باشه؟ که باشه، داشته باشه. خب در قسمت حالا میم، در قسمت حفظ نظام، بله، بحث وجود، فلسفه وجودی نظام در خطر است. بله بله. شما باوران به حفظ نظام هستین؟ به شک هستیم. طرح و برنامه های شما چی هست؟ و ما فلحال کسی که سبب بحران موجوده هست مدیرش شده نمیتونه. این نظام به جایی که رساند ایره طالب نرسانده، ضعفی درونی نظام بوده، ضعفی که نتانه زحمتی درونی نظام بوده که به عسکر انگیزه بده، به مردم انگیزه بده. اگر امروز عسکر انگیزه می داشت، چرا در روز ما 10 تا 15 تا 20 ولسوالی ما که امروز ما و شما مصاحبه داریم سقوط میکرد بدون جنگ؟ همین دیروز 17 ولسوالی سقوط کرده در بدخشان، در تخار، در قندهار و ولایت های دیگه. 17 ولسوالی چقدر مقاومت در مقابل سقوط ولسوالی، که در حقیقت سقوط شاخه های نظام است که هسته هسته به طرف سقوط میره، چقدر مقاومت شده، چرا نکردن؟ این مسئولیت پس برمیگردن به اون زعامتی که این فاصله را ایجاد کرده. و امروز عسکری ما که در اونجا اشته اینمی را که محاسبه برای با خود دارن که خب اینمی بسر میارزه نمیارزه، و بگویه که نمیارزه و بالاخره تسلیمی طالب میشن، فلحاظ مقصر کی است؟ خود در خودش بحران است. امروز مردم ما که همیشه از ادرس مردم خیلی زیاد یاد میشه که حکومت حکومت منتخب مردم است، نظام نظام مردم است، نظام ما مشروعیت داره، دلی شکی نیست، ولی چرا امروز مردم فاصله گرفتن؟ اگر حمایه مردم می بود امروز، هرگز به این سرعت ولسوالی های ما سقوط نمی کرد، هرگز نظام ما به این پیمانه که تهدید آمدن نمی آمد. این پس بر میکرده با اونمو کسی که ایجاد کرده این فضا را. آره او چطور شده میتونن که از بد بود خوب بود، بدترش ساخت، بدترش ساخت و بیشتر بدترش ساخت، و آل توقع داشته باشم که ایره مدیریت کردن. ولی موقف ما این است که زعامت کنونی نظام هرگز با مو شکل که در مدیریت صلح ناکام بودن، با مو شکل در مدیریت نظام ناکام بودن. اما آقای زاخیلوال، شما چی فکر میکنین؟ برنامه شما چیست که حالا اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه و شما هم موقف ها و موضع های سیاسی تان را از طریق رسانه ها اعلام بکنین، ولی عملی کاری نکنین، بقای شما هم در خطر است. بنابراین چه کاری باید شوه که میان رأس و قاعده نظام فاصله برداشته شوه و همچنان میان مردم و نظام؟ ما هم در وضعیت کنونی که چی نیروهای ما را بسیج بکنه انگیزه بده، چی مردم را بسیج بکنه در حمایه، او توانمندی را نه در زعامت حکومت میبینیم و متاسفانه تا حد زیادی هم بیرون از حکومت سیاسی نما که چند چهره هستن و به شکل تکراری می آین، اونا نتانستن. ما به یک بسیج فراگیر ملی نیاز داریم، از او هم در قوانین خود و هم در قواعد سنتی خود ما راهکارها داریم. قواعد سنتی منظورتون لوی جرگه؟ لوی جرگه، غیر از لوی جرگه ما دیگر رای رو نمی بینم. یعنی میگین باید لوی جرگه دایر شد در هم شرایطی؟ لوی جرگه فرمایشی حکومتی نی. اما اگر هر نوع لوی جرگه باش، حالا زمینه برگزاری لوی جرگه مساعد است؟ مردم از قندار، بدخشان، هلمند آمدن میتونن؟ لوی جرگه عادتا در بحران ها میشه، در این بحرانی که هستیم میشه. ما ولسوالی های ما سقوط کرده، شهرهای ما و بزرگای ما که در هلمند مثلا ولسوالی رو گرفتن و بزرگا کجا شدن؟ خب مرکز آمدن، و مرکز در دست نظام است.
در قندهار ولسوالی سقوط کردن و بزرگا کجا هستن؟ آمدن به شهری در مزار سقوط کردن، بزرگا کجا آمدن؟ در شهر مزار شریف آمدن و می شکل ها هست همین بزرگار. ما فلحال 4-5 چیره یا 15 چیره را که نشان بدیم با او چیره نمیشه. ما باید 1000-2000 چیره تاثیرگذاری کشور جمع بکنیم و به شکل تصویرینی در تصمیم گیری مدیریت بحران باید شاملش بسازیم. اینمی وقت اینمی را ایجاب میکنه. ولی شاید مو شکلی که شما اشاره کردین ما شاید او فرصتی را نداشته باشیم، بعد شاید او فرصتی را نداشته باشیم، 3 ماه بعد شاید او فرصتی را نداشته باشیم. مطلق ما فلحال روی جرگر هنوزم فرصتش را میبینم، ولی که فرصت به شکلی که فرصت های دیگه آمد و بالاخره امروز نداریم، اینم یک دریچه هست که تا به بعد باز نخواد بود، چون یک وضعیت خیلی خرابتری آمده نیست متاسفانه برای کشور. تشکر جناب زوخیل ولسمین. در رابطه به اینکه جنگ افغانستان جغرافیاش تغییر کرده، مثلا در گذشته ها جغرافیا جنوب کشور بود اما حالا جغرافیای جنگ شمال کشور است، شما چی فکر میکنین چرا جغرافیای جنگ تغییر کرد به یک بارگی از جنوب رفت به شمال؟ دلایل چی است؟ جالب است خیلی، من نمیدانم راستش. شخصی اشخاصی که در تجارب در جنگ داشتن، تجارب در معلومات استخباراتی داشتن، شاید بیشتر صاحب نظری کرده بودانه، ولی یکی ای که در شمال معلوم میشه که نه تنها مردم از حکومت فاصله دارن، از زعمایی که از شمال بودن و هستن و در نظام بودن از اونام فاصله گرفتن. زعمایی که از شمال در نظام بود، در شمال بودن، مطرح بودن، از اونام فاصله گرفتن. از اونام شخصیتایی که تاثیرگذار بودن در مقاومت در 1990 و اوج اونا بودن و اونایی که حیات هستن، اونا اون تاثیرگذاری خود متاسفانه مثلا دست کیها؟ دادن. نامشان نمیگیرم، نامشان خوب کفایت میکنه. یعنی چهره هایی که بودن امروز اونو تاثیرگذاری را در امی 20 سال متاسفانه اونمو رابطی نزدیک خوده که با مردم نگاه میکرد و مردم همراهشان استادگی کردن، توقعاتی از اونا داشتن، فراموش کردن مردم آل پس رفتن به اونا، اونمو پاسخی که قبلا میگرفتن اون پاسخ را نمیگرن. از این امی است که به نام بسیج مردمی و ملیشه سازی و اینا هم کوشش ها است، ولی خیلی موفق من نمی بینم. نظرتون در رابطه به این کوشش ها چی است؟ همین اربکی را ما داریم، بحث خیزش های مردمی را داریم، اینا نمیتونن موثر باشن؟ نه من خلافش هستم. ببینن نظام دو چیز داره، یکی جغرافیه داره، یکی هم اتوریته است. کردوش متاسفانه هم جغرافیا کمتر شده از نظام و هم اتوریتی نظام حتی در جاهایی که طالب نیست در اون موجم اتوریتیش نمیچله. اتوریتی نظام در جاهایی که طالب نیست اربکی باز تهدیدش میکنه. یا قماندانی که در یک جایی، ما تجارب قماندان بازی را در کشور در 20-40 سال زیاد دیدیم، او که بیایه او از خود اونمون بادشاه است اونمون جا. اما شاید پس از رفع بحران برنامه برای مدیریت باشه؟ نه پس از رفع بحران ما بارها دیدیم که او در ذات خود به یک مشکل مواجه شده. در وقتی که ما هنوزم بالاتر از 300,000 نیروهای امنیتی در چوکات نظام داریم، او را چرا تقویه نکنیم؟ که ما در پهلویش، یعنی یک نوع بی اعتمادی را سر اینا نشان بدیم و در پهلویش و پهلویش که قوای دیگه که مستقلتر باشه، خارج از چوکات باشه، غیر قانونی باشه، اونا را ساخته بتانیم. اینمی خیزش مردمی، اگر ما در چوکات نیروهای امنیتی خود چرا اینا را نبیاریم در این چوکات نندازیم؟ اگر در خیزش مردمی 100 نفر ما، 200 نفر ما، 1000 نفر ما آماده است به دفاع،
و بیاین تحت قمانده نیروهای امنیتی ما در مچ اوقات بیاین اجابی نیست. این نیروی حل امنیت این نیروی حل دیگه است. تشکر جناب وزیر صاحب. بیننده عزیز، باز هم یک میان برنامه داریم، پس از میان برنامه در ادامه گفتگو با شما خواهیم بود. به ادامه گفتگوی ویژه از هلال خوش آمدین. خب جناب زوخیل ورسی، شما ما پاسخ سوال قبلی ما در قسمت تغییر جغرافیای جنگ از شمال به جنوب درست نگرفتم، همین است که شما دلایلش نمیدانین یا چیزی هست؟ نمیدانم، راستش که گفتم مغلق است برای خیلی، برای ما اونم یک چیز دلایلی که در ذهنم گشت براتون گفتم، از او شاید بیشتر باشه نمیدانم. خب شما اشاره ایرم کردین برای فاصله مردم شمال از اعمای سیاسیشان، آسیب شناسی شما چی را نشان میده از لحاظ سیاسی که چیز سبب شده که مردم فاصله بگیرن؟ در کل تنها در چی نیست، در کل شما بگین در سطح افغانستان فاصله سیاسیون ببینین سیاسیون ما وقتی که به قدرت رسیدن از فامیل بیرون نرفتن، مزایای قدرتش تا به خوارزاده اگر به ندرت رسیده باشد. از چهره های مردم استفاده ابزاری شده، از حمایه مردم استفاده تجارتی و ابزاری شده و مردم هوشیار هستند. همیشه سبب شد. همیشه. تشکر. جناب وزیر صاحب، مسئله صلح و جنگ افغانستان بعد خارجی هم داره. بعضی کشورهای همسایه و از جمله کشورهایی که زیاد نامش به خط درشت در هر جا هست، پاکستان است. پاکستانی که شما هم در او کشور سفیر بودین و اونجا بود و باش هم داشتین. میخوایم که این را بپرسم که به نظر شما نقش این کشورها در ایجاد بحران و همچنان در گفتگوهای سال از جمله همسایه‌ها کشورهای منطقه چی میتونه باشه؟ نقششون تا بال منفی است، منفی بوده و تاثیرگذار منفی بوده، هم از پاکستان به شکل شما اشاره کردین، تاریخ شما اشاره کردین کمی بیشتر، ولی از دیگرا میتر نبوده که اینا نقش منفی نداشتن. در افغانستان کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری در جنگ داشته، خصوصا کشورها که به خاطر نفوذشان که یک چیزی اونام داشته باشه، یک کشوری که مخالفش بوده در اینجا آمده، از یک طرف حمایت کردن و اینها از طرف دیگه حمایت کردن. امروز میبینیم بعضی کشورها، پاکستان حمایش از طالب، ولی کشورهای دیگه هستن که از ملیشه سازی حمایت میکنن. ملیشه سازی طور نیست که خود جوش است از داخل، از حکومت. شما معلومات دارین؟ هست بالکل دقیقا هست، اما شما نامش نمیگید. کشورهای منطقه و همسایه در ملش سازی اینا سرمایه گذاری دارن، کشورهای مطرح منطقه و همسایه در ملش سازی اینا سرمایه گذاری دارن. در قضیه صلح چندی قبل بعضی تحلیل های رسانه چنین میرسان که کشورهای همسایه منطقه و جهان بالای منافع مشترک توافق کردن و در پروسه صلح افغانستان را همکاری میکنن. نکردن. ما اجماع منطقه‌ای قطعا برای صلح در منطقه نداریم و در این دیپلماسی افغانستان مطلق ناکام مانده متاسفانه. اما شما دو کشور را که پیدا کنین که یک اجماع سیاسی را داشته باشه برای حمایت صلح که در منطقه پیدا کرده نمیتونه. ما چگونه میشود در کنار انسجام ملی و اجماع ملی اجماع منطقه‌ای جهانی را ببینین؟ تا وقتی که ما اجماع سیاسی در داخل کشور نداشته باشیم، وقتی که ما اجماع سیاسی بین دو نفر مطرح که در داخل حکومت هستند تقریبا 50 گونه، که یکی دکتر سیب اشرف غنی و یکی دکتر سیب عبدالله، دیدگاهشان واحد نشده تا به حال. موقفهایشان همیشه که میگیرن یک روز موقفهای مشابه، دیگر روز موقفهای مخالف میگیرن، در تضاد هستن با یکی دیگه. ما چطور میتونیم که توقع داشته باشیم که اجماع چی دیپلماسی ما یک فاکتور در ساختن اجماع منطقوی داشته باشن؟
نبود اجماعی سیاسی در داخل کشور فاکتور بزرگی در نبود اجماعی منطقه است. به خاطر که کشورهای منطقه از یکی نی از یکی حمایه میکنن، یکی حمایه میکنن احمد و محمود که در تضاد بودن، باز اونو کشوری که احمد حمایه میکنن و محمود حمایه میکنن در تضاد هستن. اما این کشورهایی که در افغانستان گفته شما در قضیه صلح و جنگ افغانستان تضاد منافع دارن و حضور اینها را گزارش های تحلیلی این را میرسانه که فرصت و تهدید است، یعنی افغانستان میتونه که با یک سیاست مثبت در منطقه و به نحوی از حضور از جای استفاده بکنه. شما مدت زیادی در حکومت آقای حامد کرزی بودین و یک مدتی هم در حکومت آقای رئیس جمهور غنی، آیا دیدگاهتون را در زمینه شریک کردین؟ چرا دیپلماسی ما در این عرصه نتونسته موفق باشه؟ به شک دیپلماسی ما دو سه نواقص داشت، هنوزم داره، مبنی بر احساسات بوده. دموکراسی ما متکی به مشکل که در عرصه های مختلف متکی به بیرون بودیم، در دیپلماسی هم متکی به بیرون بودیم. مثلا دیپلماسی مستقل نداشته میگه؟ نه قطعا. مثلا چی؟ مثلا ما همیشه با پاکستان صحبتی که داشتیم یک کشور سیوم ما را شانده، یا امریکا کوشش کرده که ما را بشانه، یا انگلیس کوشش کرده که همیالی فلحال کوشش داره ما را بشانه، یا چین کوشش کرده ما را بشانه، یا ترکیه کوشش کرده ما را بشانه، یا از عربستان سعودی کوشش کردم. ما که خود ما یک رای مستقل را پیدا کرده بتانیم و بشینیم دو جانبه، اصلا ما نداریم و این جرأت نکردیم. چرا؟ جیجی کن و یعنی خود نشده متاسفانه. این میگه که گفتیم که ما از خیلی نگاه ها ذهنن متکی شدیم با بیرون، با مو شکلی که اتکای ذهنی امیال فلحال. چرا در این 20 سال آقای وزیر، چرا در این 20 سال سیلی از کمک ها بر افغانستان می آمد و یک فرصت خوبی برای دولت ملت سازی و حکومت داری خوب بود، اما بیشتر وقت شما در حکومت آقای کرزی بودین، حالا هم باقیش آقای اشرف غنی، چرا ما در کل موفق نشدیم که خود را هم در ابعاد مختلف مستقل بسازیم؟ ببینین اول خود کمک ها در هیچ کشوری شما دیده نمیدانید کمک های خارجی چون مشروط می باشه به بعض شرایط و شیوه ها که کشور آزاد بگذاره، مشروط میکنن در روابط اونا. یعنی شما هم در اون وقت آزاد نبودین، در وزیر که وزیر مالیه بودین در وزارت کلیه. نه همین است که ما که آزاد مستقلی چی میداشتیم، ما چرا سر بندا سرمایه‌گذاری نکردیم؟ یعنی که اونا نمیدونن، اونا این پول براتون میدم، به این چیزا نمیدم براتون پول، در این همین چیزا میدم، حالا دلت میگیره نمیگیری. و میدیدیم که تاثیر در اینجا زیاد است، او را پول نمیداد. مثالش همیست که یک اتکای ذهنی از هر نگاه جور شده. در افغانستان ما 400 هزار یا 300 هزار نیروهای امنیتی داریم، او برای ما قدرم اطمینان نمیده، مگر اگر یک 600 امریکایی در این میجه باگرام دوام پیدا کنن باز مطمئن میشه. میگه ای که باشم این 600 که باشم، میگم نه نظام سقوط نمیکنه 600 امریکایی اینجا هست. اما چگونه میشود در سیاست گذاری های داخلی و خارجی ما مستقل شویم؟ آیا این ممکن هست؟ ممکن تا با وقتی که ما ذهن خود تغییر ندیم، ذهنن در اینجا مستقل نشیم، قطعا در عمل مستقل شدن ممکن نیست. در این مسائل صلح شما ببینین، بحثی که میشه صلح میشه، وقت داغ میشه که یک مامور امریکایی در کابل بیایه. اینمی بحثاخ چقدر میگه در این افغانستان صلح میایه که اگر امریکا بخواه، اگر امریکا نخواه نمیایه. اینمی بحث قطعا نیست که در این افغانستان صلح میایه اگر افغان بخواه. اینمی بحثی که در افغانستان صلح نمیایه که پاکستان نخواه. اینمی که بحثی که اگر پاکستان هم نخواه، یا ایران هم نخواه، یا هند هم نخواه، یا یک کشور دیگه هم نخواه، اگر ما بخواهیم میشه. اینمی لفظ شدن از طرف ما در ذهن ما و در
در واژه‌های ما خیلی کم است، در الفاظ ما خیلی کم است، در باور ما خیلی کم است متاسفانه. تشکر. به عنوان پرسش آخر میپرسم که شما در صحبتهایی که در رسانه ها داشتین من شنیدم، گفتین که شما تماس های انفرادی با رهبری طالبان داشتین، دارین همیشه متدام. میخوام این را بدانم که یکی از بحث هایی که در اجنده های گفتگوهای صلح مطرح هست بحثی آمدن حکومت اسلامی است، یعنی ادعای طالبان است باید دولت اسلامی باشه. برداشت و تفسیر شما از حکومت اسلامی مورد پسند طالبان چیست؟ به نحوی که حالا هم سبب اصلی ببینن شما، ما در فوریه 2019 نشستی با طالب داشتیم، در نشست بین الافغانی با طالب، و در اوج قطعنامه مشترک طالبات سای خود بلند کرد، نویسنده او قطعنامه ما بودم، در اوج تعریف کردیم. چی تعریف کردیم؟ تعریفش کردیم که حکومت افغانستان باید که اسلامی باشه، ولی کدوم نوع اسلامی؟ همین تعریف شما که این تعریف طالباز دیگه. ببینید که حالا که من میگم که دست خود بلند کردن برایشون، این همین تعریفی که حکومت باشه، حکومت در افغانستان انحصاری شده نمیتونه، منعکس کننده اراده مردم باشه، حقوق اساسی مردم دو محفوظ باشه، حقوق خانما مشخصا که ذکر کردیم که تعلیمی سیاسی اجتماعی و کاروباریش محفوظ باشه، آزادی بیان محفوظ باشه، پالیسی هایی که همخوان جهان کنونی باشه از اونمو حمایه باید صورت بگیره و دست بلند کنن، حفظ نظام با اصلاح و تقویش. منظور اصلاح کجاست؟ اصلاحات همیشه نظام ما نیاز داره، همیشه نظام ما خیلی اصلاح نیاز داره. فعلا همین چیزایی را که گفتین ادعا میشه که اینا هست، اما حکومت اسلامی که تاکید میشه، ببین اونمو تحصیل خود تعلیم و کار و بار و سیاست خانما، ولی در ارزش‌های دینی ما اینمی هیچ که یکی ما و شما مانعش نمیشیم. ما نمیخوایم که مؤسسات تعلیم ما خدا نخواسته ترویج فحشا در کشور بکشن، بلکه در تجویج بی‌حیایی در کشور بکنن. ما مطبوعات هم میخوایم ولی آزاد باشه، ولی در اونمون هم یک چوکات می داشته باشه، یک چوکات دینی. اما ما بوره اگر طالب هم نباشم این حیث مسلمان، همین قانون اساسی ما ایجاب میکنن که چنین باشه. ما قوانین خود امیال در قانون اساسی خود که گفتیم که هیچ قانونی در این کشوری که در مغایرت به احکام اسلام باشه او مردود است، او جایگاه خود پیدا کردن میدونه، ولی در تطبیقش خود مشکل داریم، در تطبیقش مشکل داریم. از اینمی است که آله اینمی چی ماست، ولی میفهمم که در طالبا فرق میکنه، کسایی که در مسکو شیشته او فرق میکنه با اون قماندانی که جنگجویی که در جنگ در چی هست. فعلا من دیروز میشنیدم در بغلان طالب که عسكر بشتون تسلیم شدن، او حرفای علیه جمهوریت داشت، نه ما حکومت فاسد جمهوریت، نه فاسد یک گپ از جمهوریت چیز، نه جمهوریت ما میخوایم، طالبان میخوان. مطالبه شما در رهبری در اوج ما بحثایی داشتیم، ما حکومتی که مردم سالار نباشه، با اساس اراده مردم نباشه، حکومت پایدار شده نمیتونه، حکومت پایدار شده نمیتونه. و ای طالب باید را بفهمه، حکومت تحمیلی ببینن گرفتن خیلی چیزی آسان است، نگاه کردن چیزی مشکل است. اینمی امارت اسلامی افغانستان، اینمی طالب در 1996 اینا آمدن 90% کشور یا اضافه تر از او تحت کنترلش آمد، 6 سال دوام نکرد. در 1990 که دوام نکرد، امروز چطور میتونن که دوام میکنن؟ امروز قماندان طالب مسئولیت جنگ از جنگ خیلی آسان است، اما نوردن یا به مشکلش که از او آسان است، اونمو جمعین خیلی اونو توفنگدار است کسی، ولی بعد از امن چیزهای دیگه است که در نظام خواسته میشن، تعلیم است، تحصیل است، فرصت هاست،
این همی توانمندی ها را داره، این همی مدیرت ها ازادی هاست، ازادی هایی که مردم خو ایتورنی، مردم باید خود از صاحب نظام فکر کنن. در اون وقت که همین نظام میشد صاحب نظامی که حق یک چیزی در اوجه داشته باشه، همین حد اقلش حق رای داشته باشه در اون حد اقلش، اما همون ادناترین نه این را نمیخوایم. نظامی که وقتی ما با ما مخاطبم طالب است، مخاطبم حکومت نیست، حال فعلا مخاطب این طالب است که طالب باید این توصیه میخوایم برشون بکنیم، این میره بدانن باید. تشکر سوزا، تشکر میکنم از شما جناب زخل والسک پی فرصت دادین و حاضر شدین گفتگوی با ما داشته باشین. سوزا تشکر، سلامت باشین. بیننده های عزیز از همراهی شما هم سپاسگزار هستیم. تا گفتگوی دیگر، خداوند یار نگهدارت.